با سلام خدمت دوستای عزیزم، به کانال امیر قوامی خوش اومدید، جایی که میتونید از تمام دستگاه ها و اطلاعاتی که جدید به بازار میاد در مورد دی جی با خبر بشید. من سعی میکنم خیلی از دستگاه های جدید و مهم رو بخرم و براتون توضیح بدم. امروز دوست دارم در مورد یکی از بهترین بتل میکسرهایی که در حال حاضر پایینی داره براتون صحبت کنم. خودم خیلی با این میکسر حال میکنم، دو سالم باش کار کردم تقریبا، به نام دی جی ام S11، یکی از قوی ترین میکسرهای بتل هست. حالا بتل چی هست؟ بتل میکسر میکسرهایی هستن که بیشتر برای اسکرچ استفاده میشه و هر وقت شما از این میکسر رو میبینید، حالا برادر قبلش S9 بود و این حالا S11 مدل جدیدشه و فقط اینجور میکسرها برای کارهای اسکرچ استفاده میشه. شما باش خیلی معمولی هم میتونید میکس کنید، هیچ مشکلی نداره. من خودم خیلی وقت از تقریبا 2 سال با 2 تا CDJ 3000 باش کار میکنم و واقعا راضی بودم. میرم که سریع براتون توضیح بدم که قابلیت میکسر چیه و به دردی کیا میخوره و چرا من انقدر این میکسر رو دوست دارم. یکی از دلایلی که من این میکسر رو دوست دارم اینه که خیلی کوچیکه و راحت حمل و نقلش، خیلی راحته برای کسایی که حالا کار عروسی یا چیز میکنن، چون بیشتر موقع میکسرهای 4 کاناله هست ولی خب هیچ کسی 4 کانالش استفاده نمیکنه. بیشتر 99% دیجی‌ها فقط 2 کانال استفاده میکنن و به خاطر همین میکسر 2 کاناله خیلی به درد همه میخوره. حالا این میکسر قابلیت 4 کانال هم داره که جلوتر براتون توضیح میدم. یه از بالا تا پایین همه چیز براتون توضیح میدم. خب همونجوری که میبینید که مثل بقیه میکسرهای دیگه قسمت EQش اینجا هستش و فیلترها مثل میکسر 900 رو همون جای قبلی قرار داره، در صورتی که برادر قبلیش S9 یه ذره فرمش فرق میکرد، کلید مستر و فیلتر کنار گذاشته بودن به خاطر اینکه میکسر ذره کوچیک‌تر بود. میکسر S11 خب قدش خیلی درازتره و به خاطر این تونستن که تمام EQ رو همون جایی که باید بذارن. بچه‌هایی که با کامپیوتر باش کار میکنن این خیلی راحته، چون شما خیلی سریع میتونید آهنگاتون رو سلکت کنید، کارهای لوپ انجام بدید. من خودم شخصا زیاد با کامپیوتر دی جی نمی کنم، ولی اگه بخوام خونه تمرین کنم یا بخوام مثلا با ترن تیبل چیز کنم، خب مجبورم که کامپیوتر رو بهش وصل کنم، ولی خب جاهای بیرون از کامپیوتر زیاد استفاده نمی کنم. ولی بچه‌هایی که با سراتو یا رکورد باکس کار میکنن این داستان خیلی به دردشون میخوره، که چون شما میتونید هم از افکت‌های کامپیوترتون استفاده کنید در این قسمت، هم از افکت‌هایی که خود پایینی رو به شما میده. 22 تا افکت بیت افکس به شما میده و 6 تا کالر افکس به شما میده که میتونید اینا رو حتی با هم قاطی کنید. یکی از نکته‌هایی که من تو ویدیوهای قبلی هم در موردی که یکی از قوی‌ترین ستی که اون موقع داشتم صحبت کردم این بود که من خیلی با قسمت افکت این داستان کار حال میکنم، چون شما خیلی سریع دسترسی به افکت دارید. اگه مثلا دقت کرده باشید در میکسرهای مثلا نکسس 900 یا اینا، شما باید اول افکت رو سلکت کنید و بعد اون چنل مورد علاقتون رو انتخاب کنید، بعد تازه میتونید افکت رو به اون داستان بده. ولی تو این میکسرها شما خیلی سریع میتونید مثلا اگه فلنجر رو انتخاب کنید و خیلی سریع افکت فلنجر رو بدید. حالا یا میتونید نگرش دارید یا میتونید یه لحظه مثلا حالا اکو رو انتخاب میکنم و خیلی سریع میتونید این کار رو انجام بدید. به نظر من این خیلی قابلیت خیلی قویه داره، که چون شما سریع میتونید افکت مورد علاقتون رو انتخاب کنید و کاری که میخواید باشه انجام بدید. اینو یه لحظه براتون قطع کنم. یکی از افکت‌های خیلی جالبه که روی این دستگاه هست به نام اسموت اکو. این خیلی جالبه چون به خاطر اینکه شما وقتی که حالا کار اسکرچ میکنید یا دارید میکس میکنید، معمولا خب دیجی‌ها اینو میدونن شما دست کم میارید و معمولا خب دارین یه آهنگ رو میرین توی آهنگ دیگه، دارین میکس میکنید، با فیدرا مشغولید، با ایکیو مشغولید، دوست دارید که یه اکو هم با اون داستان بدید. اسموت اکو کاری که میکنه، شما میتونید روی یه سری از این مثلا حالا هات کیو یا فیدرا یا چیزا میتونید افکت اکو رو بهش اضافه کنید. حالا من یه مثال برای شما میزنم. ببینید من الان اینجا یه آهنگ دارم و موقعی که اسموت اکو رو روشن میکنم میتونم حالا زمانش هم انتخاب کنم، حالا میذارم رو و آهنگ داره پخش میشه. موقعی که من اسموت اکو رو روشن کردم و فیدر رو میارم پایین، میبینید که خودش اتوماتیک یه اکوی به این داستان میده و خیلی راحت میتونید کارهای خیلی جالب بکنید. خیلی راحت میتونید و موقعی که قطع میکنید میتونید قطع.
این نوع میتونه رو چند تا چیز مختلف بذارید، رو هات کیو، رو فیدرهای مختلف و چند تا آپشنی که به خودتون میده. این یکی از خیلی قابلیت قوی هستش که به درد خیلی ها میخوره. در قسمت پد افکتش هم که خب شما میدونید اگه شما این کارو با کامپیوتر استفاده کنید، این میکسر رو، خب خیلی قابلیت زیادی داره. شما وقتی که اینو بدون کامپیوتر استفاده میکنید میتونید خیلی کارهای جزئی باش انجام بدید، بیشتر تایمینگ افکت ها میاد پایین، ولی موقعی که شما اینو با کامپیوترتون استفاده میکنید میتونید خب خیلی کارهای بهتری باش بکنید، مثلا سامپلر، مثلا و این هر کدومشون دو تا قابلیت داره که میتونید چیز کنید. بیشتر این قابلیت هایی که اینجا میبینید برای سراتو ساخته شده، مثل سکرچ بنگ و چیز، ولی خب 90% هم با رکورد باکس کار میکنه و میتونید با اونم استفاده بکنید. خب میریم که بخش پدا رو خیلی کوتاه براتون توضیح بدم. خب بیشتر بچه‌ای که با کنترلر کار میکنن، خب این پد براشون خیلی آشناست، چون چیز اضافه بهش اضافه نشده، ولی خب خیلی کار راحت میکنه. اولش خب هات کیو، خب خیلی ما میدونی که میتونی هات کیوتون رو روش استفاده کنین. دومیش رول، یه مدل افکت هست که میتونید روی چیزا بدید و اینو میتونید با افکت هم قاطی کنید. معمولا پد افکت هم میتونید آپشن دوم شه. شما وقتی شیفت رو نگه میدارید یه بار دیگه اینو میزنید میره رو بخش دوم آپشنشون. بعد سومیش سیو لوپه که بیشتر تو سراتو استفاده میشه و آخریش هم سمپله که خب خیلی هم میدونید که میتونید سمپل اضافه کنید، مثلا اسم دی جی تون رو میتونید اضافه کنید درش و موقع چیز استفاده کنید با این کار. این قسمت چیز، یکی از مهمترین چیزهایی که بازم این دستگاه داره، این صفحه‌ای که بهش اضافه کردن. رو این صفحه هدفشون از این صفحه این بوده که شما کمتر به لپتاپتون نگاه کنید، مخصوصا حالا عزیزانی که با لپتاپ کار میکنن رو این صفحه خیلی کارا میتونید انجام بدید. آهنگاتونو میتونید پیدا کنید رو این صفحه. شما میتونید یه سری از افکت ها رو به عنوان تاچ افکت روش استفاده کنید، مثلا اینم میتونید انتخاب کنید. مثلا من اینجا انتخاب میکنم برای اکو فیلتر و خیلی راحت میتونم از این طریق استفاده کنم و ویفورم رو میتونید نگاه کنید و شما هر موقع برگردید میتونید روی این صفحه ویفورم رو ببینید و این خودش کمک میکنه که ببینید کجای آهنگ دراپه، کجای آهنگ فوکاله و این خیلی بهتون کمک میکنه که کمتر رو لپتاپتون نگاه کنید و حواستون بیشتر به دیجی کردنتون باشه. همونجور که اول ویدیو گفتم این میکسر قابلیت 4 کانال هم داره. خیلی جالبه این میکسر با اینکه 2 تا کانال بیشتر نداره، ولی شما میتونید هم تو رکورد باکس و هم تو سراتو از 4 کانال این استفاده کنید. خیلی جالبه، مثلا شما وقتی که اینجا میبینید دک 3 و 4 اینو که میتونید انتخاب کنید، میتونید خیلی راحت آهنگاتون انتخاب کنید روی همون دک و وقتی که شما لود میکنید از روی همین شما دک 4 تون هم شروع به خوندن میکنه. یه ذره در عمل سخته، چون شما باید خیلی حواستون باشه که دک 4 و 3 صداشو دیگه نمیتونید از اینجا کنترل کنید و مجبورید فقط از توی صفحه اینا رو هدایت کنید و این خب یه ذره کارو سخت میکنه. شما همونجوری که میبینید من از اینجا میتونم صدای دک 4 و 3 رو بالا پایین کنم. یه ذره سخته اگه بخواید 4 کانال میکس کنید، ولی خب قابلیتشو داره. برای کسایی که دوست دارن اسکرچ کنن یا حالا یه بیتی بذارن برگردن، این قابلیتو داره و شما حتی میتونید دو تا دک رو یکی کنید. مثلا دک 2 و 4 رو میتونید یکی کنید و با یه فیدر چیز کنید. حالا ویدیوهای خیلی زیادی تو اینترنت هست. به نظر من یه ذره سخت کار کردم با این داستان، چون میکسر 4 کانال، کسی که واقعا با 4 کانال میخواد کار کنه بهتره که میکسر 4 کانال داشته باشه، ولی خب این دستگاه قابلیت این 4 کانال رو داره و من به خاطر اینم خیلی دوستش دارم. و همونجوری که تو ویدیو قبلی براتون توضیح دادم، حالا سعی میکنم لینکش هم براتون بذارم، شما خیلی راحت این دستگاه رو میتونید به سی دی پلیر وصل کنید و اگه دوست دارید با دی جی چنج کنید خیلی راحته، چون راحت میتونید با یه دگمه برگردید روی سی دی، بعد برگردید رو کامپیوتر و حتی میتونید بهش ترن تیبل وصل کنید، این بالاش میتونید همه چیز سلکت کنید. به نظر من خیلی این جالبه و کار خیلی ها رو راه میندازه. تقریبا همه میتونن با این دستگاه کار کنن، حالا چه کامپیوتر کار میکنید، چه رکورد باکس، چه سراتو، چه سی دی، فرق نمیکنه، همه میتونید با این دستگاه کار کنید. به نظر من یکی از بهترین بتل میکسر هست و مخصوصا این فیدراشو همه خیلی دوست دارن، خیلی اسموت و نرم و راحته.
به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من سعی کردم که چیزای مهمش رو براتون توضیح بدم و ان شاءالله تا ویدیوهای بعدی.